بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشق رو رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. دسته به دسته تلخی و ناامیدی پشت دیوار نشسته، نگاه یک توقف همیشه راه بسته، شفق زده آسمون خدا راه و نبسته. ساعت 11:14 است. من کمکان حسینی هستم و قسمت پنجم روی استارت. در قسمت چهارم سوالی پرسیده شد، بجز چند تا از بچه های شب بخیر ایران که برنامه شب بخیر ایران دیده بودن که حدود 15-20% تونستن درست جواب بدن، کسی دیگه ای پاسخ درست نداد. کسانی که دارن این برنامه رو میشنوند، عرضم حضور شما که اگر سوالی اینجا من 100 تا سوال قراره که این تو بپرسم توی برنامه ریستارت، و این 100 تا سوال زندگی شما رو دگرگون خواهد کرد. و اگر کسی فکر میکنه که پاسخ این سوال ها رو بلده، میتواند در فیسبوک و تلگرام بیاد و مطلبش رو بگه. هر خاخامی، هر کشیشی، هر روحانی آخوندی، سنی، شیعی، بودیسمی، بی خدایی، هر کی فکر میکنه که این 100 تا سوال رو میفهمه، بسم الله، ما در خدمتش هستیم. و چند تا مطلب مهمم در اینجا گفت. حالا یه بعضی گفتن که آقا که من امروز تو برنامه فرعون، در برنامه ما هم یک شاسکول هستیم که امروز پخش شد، یکی دو روز دیگه میذارم تو تلگرام، گفتم که تنها ادیان هیچ وقت خانوم ها توشون به مقام نمیرسن به جز در صوفیزم، یعنی در عرفان و صوفیزم یا صوفی. در طول این چند ده هزار سال خانوم ها هم به عرفان رسیدن و صوفیزم شدن، که بابا طاهر خیلی راحت میگه، میگه خوشا آنان که دائم در نمازند. یعنی زن ها هم اگه بیماری دارن، مریضی دارن، تو نمازن، هیچ ربطی به نمازی که میخونید نداره. در شریعت شما خانوم ها وقتی مریضی نمیتونی نماز بخونی، ولی در طریقت و در عرفان، در صوفیزم، شما هر جایی بری، تو حموم هم بری، در عرفانی، هر چی، هر کاری میکنی تو عرفان. به هر حال اگه کسی واقعا فکر میکنه که چیزی میداند، میتواند که دانسته خود را به من و دیگر شنوندگان این برنامه تقسیم کند، بیاد مطلبشو بزنه توی فیسبوک. سوال ما این بود که بیگ بنگ اتفاق میفته. بیگ بنگ یعنی همون جبرئیل. محمد قبل از اینکه جبرئیل رو ببینه دینش چی بوده؟ چی کار کرده؟ چه حرکتی انجام داده؟ کجا رفته؟ چی فهمیده که جبرئیل بهش نازل شده؟ ادیان یعنی دین اسلام، شیعه و سنی و فرق متفاوت دین اسلام، همش دارن از بعد از جبرئیل
صحبت میکنم، یعنی راجع به دین اسلام صحبت میکنم که آره محمد اومد گفت روزه بگیرید، خمس بدید، زکات بدید، اینجوری کنید، اینجوری کنید. ما سوال ازشون پرسیدیم آقا قبل از اینکه جبرئیل بیاد محمد چه کرده است، عیسی چه کرده است، موسی چه کرده است؟ و پاسخ این فقط دست عرفاست و صوفیسمه در این، یعنی صوفی رو به اسلام نچسبونین. صوفی 100,000 سال هست، 108,000 ساله که صوفی هست و این صوفیسم در شاخصهای متفاوت متفاوت، حالا که این برنامه قرار روشن کنه. پس 100 تا سوال مهم قرار پرسیده شه، هر کسیم که فکر میکنه که میفهمه در خدمتش هستیم و سوالمونم مشخصا یک بار دیگه خیلی واضح توضیح میدیم. 2 هفته هم هیچ کس پاسخی نتونست بهش بده واقعا، و من برای اینکه پاسخ این سوال بدم فکر میکنم توی 1-2 برنامه کمپلت این نتیجه رو شما خواهید گرفت. سوال این است شنونده محترم، برای اینکه سوال رو بهتر متوجه شیم میریم به یک نکته بسیار ساده نگاه میکنیم، به مسیح، میبینیم که مسیح بچه کیه، میبینیم که بچه مریم، به مریم کیه، دختر عمران، عمران کیه، میگن پیامبره. سوال حسینی خیلی واضح و مشخصه، مسیح در گهواره حرف زده، ما مخلص مسیح هم هستیم، اوکی قبوله. مسیح بچه عمران، یعنی دختری به نام مریم که میگن خیلی دختر مؤمن و خوبی بوده، خب اوکی قبوله. سوال اینه که چرا مسیح که دین داره خودش، یعنی پدر و مادرش دین دارن، پیامبران، از خانواده پیامبران به دنیا اومده، چرا میره پیش یحیای تعمید دهنده در 29 سالگی و دوباره تعمید میدن؟ یعنی اونجا یعنی اونجا مسیح دینش رو عوض کرده؟ تعمید یعنی چی؟ یعنی شما میری دوباره میگی که آقا سلام، خسته نباشید، من ایمان آوردم. به کی ایمان میاره؟ تمام مسیحیایی رو میگن، همه مسیحی‌ها میگن که مسیح به کی ایمان آورده؟ به یحیی. یحیی اونو تعمید داده، پس تعمید قبل از مسیحیته. شنونده محترم، این حسینی نیست، مسیحه، یعنی مادرش مریمه، یکی از بزرگترین زنهای تاریخ که به صوفیزم معروفه، یعنی صوفی بوده. پدر مریم عمرانه. عهد عتیق رو بخونید، جدیدم بخونید. ما سوالمون اینه که اگر ایشون دینش درست بوده، دین مشخصی داشته، چطور دوباره دین آورده؟ چطور میره پیش یحیی؟ اینطوری که نگاه میکنیم میبینیم که در تاریخ عیسی 3 تا دین وجود داشته. یکی دین مادر عیسی، دین عمران. 2 دین خود عیسی، حالا یا به دین عمران بوده یا چی بوده. به حال این آدم توی تا سن 30 سالگی، وقتی که تو گهواره 7 تا 30 سالگی که مسیحا اطلاعاتی ازش ندارن، که عرفا دارن، مسیحیان ندارن، مثل که راجع محمد عرفا دارن، آخوندها هیچ کدوم اطلاعاتی قبل از محمد ندارن. نکته، پس مادرش دین، پس دین مادر عیسی میشه یه دین، دین خاخامایی که عیسی رو به صلیب کشیدن میشه یه دین، یعنی حکومت و دولت و مردم دارای دینی بودن که به دین خاخامها بودن. خاخامها میگفتن ما به دین موساییم، عجیب نیست برای شما؟ خاخام ها میگفتن ما به دین موساییم، اوکی. مادر عیسی میگه ما به دین موساییم، عمران بود، اوکی. یحیی یه کار دیگه داشته میکرده، کلا یحیی رو 500 نفر میشناخته و عیسی میره پیش یحیی تمعید میبینه، تمعید میگیره. کی به عیسی میگه برو پیش یحیی؟ چرا عیسی باید بره پیش یحیی؟ بعد از این که عیسی، ببخشید، در 27 سالگی یحیی رو میبینه، 2-3 سال یه جایی میره، یه کاری میکنه، 30 سالگی میاد یه کار دیگه میکنه و میگه که من از طرف خدام و دارم حرف میزنم. میریم سراغ موسی، میبینیم موسی هم همین جوری بوده. موسی کیه؟ مادرش یه دینی داره، بچه به دنیا میاد، میفته توی رود نیل. من دارم وقتی میخوام با شما حرف بزنم از کتابای مقدس خودتون حرف میزنم، ببین قال فلان قال چنان نگفتم، مستقیم الخط تکنه، وقت بسط کتابت دارم حرف میزنم که دیگه نتونی منو بپیچونی. پس مادر موسی یه دین داشته، موسی میفته تو رود نیل، آسیه میگیره، همه مسلمان هم اعتقاد دارن، مسیحی هم همینطور، آسیه زن مهمی بوده. پس آسیه دینش چی بوده؟ اینم سوال دیگه.
آسیه موسی رو نجات میده و آسیه اسم موسی رو آسیه از انتخاب میکنه. مادر موسی اسم موسی موسی نیست. شنونده محترم، موسی یعنی از آب گرفته شده. اسمش آسیه گذاشته، گفته که آقا من اینو از آب گرفتم، اسمش شد موسی. پس دین آسیه چی بوده؟ خود موسی به چه دینی بوده؟ بعد میبینیم در سن 38 سالگی، من این آیه قرآن مسلمان ها رو میخونم، میگه موسی گریه کرد، آدم کشت. یه قاتله. این اولین پیامبرایی که قاتلم هست و پیغمبر شده، خیلی جالبه. میگه موسی آدم کشت، بعد گفت خدا، این آیه قرآن شرمنده محترم، گفت رو کرد به خدا، گفتش که اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن. این نشون میده که موسی به راه راست نبوده. شنونده محترم، من نمیدونم چقدر سوال خیلی ساده است. یعنی موسی دینش یه دینی بوده، دین کی بوده؟ دین مادرش بوده، دین آسیه بوده. اگه آسیه دین داشته، چرا این بچه رو دیندار تربیت نکرده؟ به دین ابراهیم بوده. و تو سن 39-40 سالگی میگه اهدنا الصراط المستقیم، آیه قرآن مسلمان هست، من را به راه راست هدایت کن. پشت این آیه این کلمه میاد که دو تا دختر آب میکشیدن و موسی میره کمکشون میکنه. این دو تا دختر ها میگن که موسی یه خبر مهم. موسی میگه چیه؟ میگه موسی دین پدر مادر تو، خاندانت، اینا کش کناجی، یه خبر مهم بدیم. میگه بفرمایید. آیه قرآنه، میگه پدر ما از صالحینه، از عرفا، صوفیه، که مسلمان ها میگن شعیب، در مدین، در شهر مدین، در تورات میگه مدین. یعنی موسی 39 سالگی اهدنا الصراط المستقیم که میگه، تازه هدایت پیدا میکنه به سمت یک آدم به نام شعیب. بعد که شعیب رو میبینه، بعد از 7 سال گوسفندچرانی و کشاورزی برای شعیب، زیر نظر شعیب یا شعیب به چیزی میرسه که بعد صفورا زنش، یعنی دختر شعیب، باش ازدواج میکنه. و بعد یک شب که زنش حامل است، با اینا من دارم از توی تاریخ اونا میگم، از ادیان دارم میگم، صفورا که بار داره، پدر زن میاد میگه موسی دختر من رو ورد و با بچهش برو. میگه هنوز 2-3 روز دیگه قراره وضع هم کنه ها، من میشه 3-4 روز دیگه؟ میگه نه، دستوره که شما برو. که موسی همه هم میدونید با زنش صفورا میاد، بچه در شکمشه، هوا سرد، زن داره جیغ میزنه، موسی بعد آتیش پیدا کنه که اونجا رو گرم کنه. از دوری آتیش میبینه، میره به سمت آتیش، آتیش بهش میگه من خدای تو هم. آتیش بهش میگه من خدای تو هم. و موسی میگه که تو آتیش خدای منی؟ میگه آره من خدای تو هم. میگه پس من کیم؟ میگه که شما پیغمبر شدی. به نظر شما تو 7 سالی که پیش شعیب بوده، نباید این کاری کرده باشه که به این مقام رسیده باشه؟ شعیب کی بوده؟ شما نگاه کنید، همون دوره حکومت و مردم دینشون به سمت ابراهیم بوده، یه دین مسخره ابراهیمی داشتن. حالا دینشون هر چی بوده خودش بحثه. آسیه دینش با دین خود کتابای مقدس نوشتن که آسیه دینش رو مخفی میکرد، نمیگم من مال کجام، چون صوفی بود دیگه، نمیتونست بگه من کجا خط میگیرم. و همین خاطر آسیه دینش رو از فرعون مخفی میکرد. اگه دینشون فرعون میدونست که نمیذاش موسی رو نجات بده که. بعد موسی میاد، میره تو 40 سالگی، تازه چی میشه؟ تازه یه شعیب پیدا میکنه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. موسی 72 ملت رو یهو رها میکنه، میچسبه به 7 راه 73، یعنی یه آدمی به نام شعیب. بازم اینجا سواله، این سوال بسیار مهمیه، چرا باید به سمت شعیب بره؟ شعیب کیه؟ چرا اصلا باید صوفی بره، به سمت صوفی بره؟ چرا باید به سمت صوفیسم بره؟ بابا مگه دین نداره؟ دین ابراهیمی داره، مثل تو که الان مسلمونی، مثل مسیحی که مسیحیه، مثل یهودی که یهودیه، اینا همشون دین دارن. وقت تو فکر کن یه آدمی دیگه، پدر اینا که ابراهیمه، کلن کل پدر، کل ادیان پدر مادرشو میریزه تو دستشویی دیگه، چون مستقیما طبق آیه قرآن این دستشویی رو از طرف قرآن گفتن، چون خود قرآن میگه که ابراهیم اولین کاری که میکنه،
قرآن میگه، میره پدر مادرش میگه من از دین شما بیزارم. بیزارم فوش دیگه، فوش رکیکه دیگه. یعنی این دینی که شما میگی من مسلمونم، مسیحیم، یهودیم، زرتشتیم، اینا با من شوخیه، بوداییم، من شوخیه. رازی پنهان کد داوینچی مولوی این را باز میکند. مولوی عطار سعدی 500 نفر از چشم و لب و دهان و گوش یک آدم حرف میزنن. در قرن هفتم چند عارف بزرگ که مولوی توش صوفیه و میگه ما از پی صنایع و عطار آمدیم، یعنی نشان میده که عطار و صنایع هم صوفیسمن. کد داوینچی مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی جهان را به گند میکشد. مولوی رسمن 72 دین دیگر را به زیر سوال میبرن. ما شعری رو انتخاب کرده بودیم که سه بیتش رو داریم تفسیر میکنیم تو دو برنامه. مولوی میگه راه نجات بشر دین نیست، ابتدا به ساکن پیدا کردن آن انسان کامل است. و برای اینکه ادیان رو به کلی به چالش بکشد، با یک بیت کل سیستم را به هم میریزد و میگوید، مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی میگوید پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. یعنی اشاره میکنه کد داوینچی جناب مولانا که هر زمانی که الان من و تو نشستیم، ولی دور، ولی منظورش ولی فقیه نیست، ولی منظورش جناب آقای آخوند یا کشیش یا خاخام نیست، زیرا که بر کشیش و خاخام و آخوند هست که اون آدم رو پیدا کنن. ولی مولوی باید در شعراش بخونیم، ولی مولوی یه آدمیه که این آدم به هیچ دینی صراط نیست، دین مالشه، دین توشه. این آدم کیه؟ ریستارت برنامه ایست که دارد راه 73 رو به شما نشان میده. ریستارت برنامه نیست که حسینی از خودش زرت و پرت کنده، بلکه در این برنامه حسینی نگرش مولوی و عطار و این افلاطون و جالینوس و هگل نیچه رو تقدیم شما خواهد کرد. در برنامه ریستارت حسینی همانند توتی فقط نگرش این افراد رو برای شما بازگو خواهد کرد. من روی سخنم چون تعداد مسلمان ها بیشتر است، دوباره به مسلمان است. ما در اسلام دو قسمت داریم، یک قسمت هست به نام اصول دین، یک قسمت هست به نام فروع دین. مرجع تقلید یعنی این که انسان ها باید تقلید کنن ازش، و مرجع تقلید از فروع دین شروع میشه. دقت بفرمایید. چرا؟ چون تمام علمای شیعه و سنی یک جمله معروف چپ و راست میگن بدون اینکه خودشون بدونن، و آن این است که اصول دین تحقیقیه، فروع دین تقلیدیه. اصول دین تحقیقیه یعنی چی؟ یعنی دین تحقیقیه، دین تقلیدی نیست. یعنی ابراهیم دنبال اصول دین بوده، تحقیقی بوده، موسی همینطور، عیسی همینطور. به همین خاطر عیسی دین نداشته تا وقتی یحیی رو دیده، یحیی بهش دین رو فهمونده، یعنی تحقیق کرده. اصول دین چیه؟ توحید. اهل سنت سه تا رو قبول دارن، توحید و نبوت و معاد، و شیعه میگه توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. این شنونده محترم تحقیقیه، شنونده، اینو من میکنم میگم که بره تو گوشت. علما، حتی عالم خودش تعریف داره، چون من اسم برنامه هست علمی عرفانی، علمی، علم خودش تعریف داره. واعظین و عابدین و زاهدین به شما میگن آقا اصول دین تحقیقیه، شنونده، نه تقلیدی. به همین خاطر اسم مراجع اعظم بزرگواران گوشن مرجع تقلید، یعنی شما باید تقلید کنی ازش. چی رو تقلید کنید؟ نماز و روزه و خمس و زکات.
پس مرجع تقلید حق فضولی و دخالت در پنج اصل اول یا سه اصل اول اصول دین را ندارد. انقدر آرام و راحت گفتم که یه بچه 4 ساله هم که حرف حسینی رو گوش کنه میفهمه. اصول دین تحقیقیه، پس مرجع تقلید چون فروع دین تقلیدیه حق دخالت در اصول دین رو نداره. یعنی چی؟ مرجع تقلید راجع به توحید نمیتونه حرف بزنه. مرجع تقلید شما رو نمیتونه به توحید برسونه، یعنی خدا رو نمیتونه به تو بفهمونه. توحید یعنی یکتاپرستی. مرجع تقلید حق دخالت و فضولی در توحید رو نداره. چرا؟ چون اصول دینه. توحید جزء اصول دین مسلماناست، یعنی چی؟ تحقیق باید بکنه راجبش، نمیتونه تقلید کنه. یعنی هیچ بزغاله‌ای، یعنی این بزه دیدی که بزه گر جلو را میفته بقیه گوسفندا پشت سرش میفتن، احمقا نمیدونن این بزغاله داره گوسفندا رو میبره به سمت کشتارگاه. مولوی میگه این بزه داره گوسفندا رو سمت کشتارگاه افت کنه، رهبر خوبیه. این بزه رهبر خوبی نیست، احمقه، خودش نمیدونه داره کشته میشه، گوسفنده هم نمیدونن. پس مرجع تقلید یعنی اصول تقلیدی، اصول دین تحقیقیه. پس چی شد؟ خیلی واضحه. پس تمام، البته این راجع به دین ادیان دیگه هم هست، یعنی مسیحی هم همینو دارن، یهودی هم دارن، همه دارن. پس در روحانیت شیعه و سنی هیچ کدوم از روحانیت حق فضولی در دخالت در توحید رو ندارن، در نبوت هم ندارن، یعنی نمیتونن اینا حق دخالت و تفسیر افکار محمد، به دقت بفرمایید، در نبوت رو ندارن. من دارم اسلامی توضیح میدم و به قشنگ بره تو گوشت. ایشون نمیتونه راجع به نبوت حرف بزنه چون نبوت تحقیقیه. پس راجع به محمد و موسی و عیسی در سخنرانی در حرفاشون نمیتونه استفاده کنه. نمیتونه به مادرش بیاد بگه که موسی کی بود، چون تحقیقیه. شناخت نبوت یعنی پیامبر تحقیقیه، اصول دینه، نه فروع دین. نماز و روزه و خمس و زکات نیست دخالت کنن. در معاد نمیتونن دخالت کنن، معاد تحقیقیه. یعنی چی؟ یعنی این که شما نمیتونن به شما بگن این کارو کنی برمیگری به سمت خدا، یعنی از اون دنیا نمیتونن حرف بزنن. برای همین عارفی بزرگ میاد و بهشت رو در دوران مسیحیت جهنم رو کلن میخره، میگه ملت برین حال کنی، من جهنم رو به کسی نیفوشم، به کسی هم راه نمیدم توش. اون عارفه، این کارو داره میکنه. پس هیچ کشیش و خاخام یا در اصل روحانی شیعه و سنی نمیتواند راجع به معاد با شما حرف بزنه، چون معاد تحقیقیه. خودشون گفتن در شیعه امامت نمیتونه حرف بزنه. هیچ کدوم از روحانیت شیعه حق حرف زدن از حسین بن علی رو ندارن، چون خودشون میگن، من حرف خودشون میگم، امامته، امامت تحقیقیه. یعنی شما نمیتونه راجع به حسین بن علی حرف بزنی. چرا؟ چون حسین بن علی جزء امامته، جزء اصول دینه، نه فروع دین. اگر قرار بود که راجع به مردم از مرجع تقلید کنن راجع به حسین بن علی، فروع دین می اومد، یعنی میشد نماز، روزه، خمس، امامت، زکات، حج، زیارت، تو اصول دینه. پس هیچ روحانی جز عرفا و صوفیسم حق صحبت راجبه هیچ امامی رو نداره. یعنی حرفی از حضرت علی زد میتونه بزنه تو دهنش، نمیتونه حرف بزنه. اصلا نمیتونه بگه علی کی بود، علی چی بود، علی چه کار کرد، علی چه فکری میکرد، چه برسه کتاب بده بیرون. پس توحید نمیتونه حرف بزنه. پس راجب خداوند اصلا نمیتونه حرف بزنه هیچ روحانی. راجب نبوت نمیتونه حرف بزنه چون تحقیقیه. تو خودت باید نبوت رو بفهمی، تو خودت باید توحید رو بفهمی، تحقیقیه شنونده محترم، تحقیقی. راجب معاد نمیتونه حرف بزنه. راجب عدل نمیتونه حرف بزنه، عادلم، من عادلم، اینا نمیتونه حرف بزنه. خب پس ببخشید آقای حسینی، جیگرتو برم، این تمام این روحانیت شیعه و سنی باید چیکار کنن؟ امام جعفر صادق میفرماید برای اینکه شما بفهمید اینا باید چیکار کنن، اینا هم باید کار موسی رو انجام بدن، اینا هم باید دقیقاً کار عیسی رو انجام بدن. بر تمام کشیش ها، خاخام ها، چون به هر حال در مسیحیت یک شاخه 72 ملت کمدی داره مسیحیت، یکیش راسته. در یهودی هم متاسفانه اینجوریه، 72 تا دین مسخره داره، یکیش راسته. لامصب
بر اونی که اون راسته رو پیدا کنه. حالا این خیلی جالبه ببینید چرا راسته، چون شبیه دینای دیگه نیست، تو مسلمان هم همینه. دقت بفرمایید، این نکته مهمیه. پس این روحانیت شما میگی در اصول دین تحقیقی نمیتونن دخالت کنن. بله درست، خودشون هم میدونن اینو، خودشون هم میگن از ما تقلید کنه، یعنی ما مقلد شماییم، شما مقلد ماین. در چی میتونیم تقلید کنیم؟ در نماز روزه، نماز چند رکعت روزه، چقدر چی کار باید بکنیم، اینا رو باید سوال کن، برو سوال کن، قدم مهم نی. اما امام جعفر صادق شیعیان، آقای مسلمون، هر پستی داری، هر شغلی داری، دکتری، دندان پزشکی، مهندسی، بسیجی، نمیدونم دانشگاهی، هر چیزی هستی، دقت بفرما، اگه نماز میخونی دقت بفرما، میگه امام جعفر صادق اینو گفته امام حسن عسکری، یعنی پدر امام زمانت عزیزم، سه بار این جمله رو گفتن به روش‌های متفاوت. شرط این که شما از مرجع تقلیدی تقلید کنی، چهار شرط اون مرجع تقلید باید داشته باشه. یک، مطیع امر مولا. بقیهش دیگه نمیخواد بخونن میگه. یعنی این آدم باید بره شعیب رو پیدا کنه. عیسی چگونه عیسی شد؟ مطیع امر مولا بوده. یعنی مولاش کی بوده؟ یحیی بوده، یحیی تعمید دهنده. یحیی دینش چی بوده؟ یحیی کلا 500 نفر میشناختنش. بقیه شاسکولا دینشون ابراهیمی بوده، دین داشتن، کتاب داشتن، درس میخوندن، حوزه فیضیه یهود داشتن، همه تو حوزه فیضیه یهود بودن، همه برای خودشون میخوندن و بعد تفسیر یهود داشتن، موسی رو تجزیه تحلیل میکردن با میکروسکوپ، با تلسکوپ، با لام میذاشن زیر لام، لام هم شیشه هست تو میکروسکوپ میذارن نگاه میکردن چیگرت برن، همون لام میذاشتن منطقی تر. مطیع امر مولا بوده. پس عیسی چجوری به عیسی، حالا من هنوز سوال پاسخ ندادم، تو برنامه بعد میخوام پاسخ بدم، پس عیسی چجوری عیسی شده؟ آیا عیسی با دین مادرش عیسی شد؟ نخیر، برای همه یهود مسیحی هیچ از زیر 30 سالگی عیسی نمیدونن، زیاد 4 تا خط میدونن. پس حرف زدن عیسی در گهواره دلیل بر این که عیسی به راه راست هدایت شده نیست، دلیلش همینه که بعدش میره تعمید میده یحیی اونو. اگر اصلا معجزه از این گنده تر، اصلا عیسی میتونست همون تو گهواره حرف بزنه همه مؤمن میشدن دیگه. فقط چه برای چی تا 4 سالگی اگه حرف میزد همه ایمان میآوردن، برایش هم مصلوب میشد. اینجوری نیست، حتی حرف زدن در گهواره هم طبق حرفای مسیحی‌ها اناجیل، عیسی در 30-27 سالگی دوباره میره یحیی رو پیدا میکنه و بهش ایمان میاره. یحیی بهش میگه برو چیکار کن، بر ادب محمد میگه برو تو غار حرا بشین. دین محمد چی بوده؟ آیا محمد میدونست جبرئیل نازل میشه؟ نخیر، چون اصلا روزی که جبرئیل نازل شده خود مسلمان ها میگن که آقای محمد قش کرد افتاد، موسی عصار کبرکه فرار کرد، که خودشون میگن آقا خدا گفت آقا کجا فرار میکنی؟ گفت آقا این چقدر گنده ده، چه اجدهاییه، در رفت و خودشون میترسیدن. خود مسلمان ها میگن که محمد بیش از 20 روز 20 بار 30 بار این اتفاق واسش میفته، قش میکنه، بیهوش میشه، دوباره به هوش میاد. دلیلش یا ایها المدثر، همون آیه خود قرآن بزرگواران مسلمان هست که میگه ای گیریم به خودت پیچونه، اینه ای ترسو، چرا میترسی؟ چقدر استرس داری؟ چرا؟ چی شده؟ حالا اینا من هنوز حرفی نزدم، هنوز جواب پاسخ سوالو ندادم، فقط اشاره کردم ببینیم که در تاریخ چه اتفاقی افتاده. پس مرجع تقلید برای اینکه راه پیدا کنه به اصول دین، خودش باید تحقیق کنه راجع به اصول دین، یعنی بر مرجع تقلیده که مطیع امر مولا باشه. میگیم همون حرفو عیسی زد، عیسی گفت ای خاخام شما مطیع امر مولایی؟ گفت بله، ما یه موسا داشتیم. گفت بابا موسا مال چند سال پیشه؟ چی 470 سال پیشه چسبیدی، الان مولای تو کیه؟ گفتن ما الان مولا نداری. بعد ببینیم که عیسی میره پیش مولای خودش به نام یحیی تعمید میگیره. موسا میگه آهای شما مطیع امر مولای، 99 درصد مردم زمان موسا دین داشتن. بله آقای، ما ابراهیمی، ما دین ابراهیمیم، همه برای ابراهیم گریه میکنن، سینه میزنن، عشق میکنن، عزاداری میکنن 16 روز. ابراهیم ابراهیم جشن میگیرن، ابراهیم بت‌ها را شکست، ابراهیم
بعد موسی گفت شما مطیع امر مولا نیستین آقا، من از خدا خواستم منو به راه راست هدایت کنه، مولای منو نشون داد. گفتن مولات کیه؟ گفت شعیب. گفتن شعیب کیه بابا؟ کلا چهار تا آدم هم شعیب رو نمیشن، کلا شعیب رو 16 نفر میشناختن. شنونده محترم، مردم همه به دین کی بودن؟ به دین ابراهیم. پس شعیب به دین کی بوده؟ میبینیم که در تاریخ طبق آیات قرآن، تورات، انجیل، ببینید من از کتاب نیچه نگفتم که رنگت بپره جون مادرت، از هگل نگفتم، از این بیخوداهای با سواد نگفتم، به والله یادت باشه، از خود کتاب خودت دارم میگم. میبینیم که طبق آیات قرآن، تورات و انجیل، حتی در سفر خروجی، حالا در مسیحی، در یهودی هم 4 تا کتاب خیلی معتبر وجود داره که شنوندگان عزیز باید بدونن، حتی فرقه صوفیسم هم در اونجا مثل کالاباها اینا وجود دارن. من حالا نمیخوام بحثاشو نمیخوام باز کنیم. در طبق این آیات نوشته شده است که محمد مردی را دیده است، اون مرد بهش گفته برو اون بالا بشین، حالا یا زنی را دیده است، محمد یکی رو دیده است گفته برو تو غار حرا بشین، محمد رفته تو غار حرا چی کار میکرده؟ موضوع بحث هفته دیگه مونه. چه میکرده که چی دیده؟ موسی طبق آیه قرآن شعیب بود، طبق آیه تورات همینطور شعیب رو میبینه. شعیب رو 16 نفر میشناسن، مطیع امر مولا میشه، از مرجع تقلیدی تفکری وارد اصول دین میشه، دین رو تازه میفهمه. دین شعیب چیه؟ اگه دین شعیب دین ابراهیمیون هست، اگر دین شعیب دین ابراهیمه، موسی برای چی میده دوباره به اون ایمان بعد بیاره؟ اگر دین عیسی دین موسویه، به عمران همینه دیگه، اگر به دین موسیه، مثل ما که الان مسلمونیم، اگر به دین محمدیم، اون اگه به دین موسیه، چرا دوباره میره تعمید میگیره پیش عیسی، پیش یحیی؟ یحیی برای چی دوباره بعد اینو داخل چه دینی داره میکنه یحیی اینو دوباره تعمید میده؟ اینکه بچه بوده، بابا مادر عیسی مریم 3 بار تعمیدش داده، 60 بار غسلش داده، 2000 تا آیت الکرسی دم گوشش خونده، اذان گوش چپش گفتن، اقامه رو گوش راستش گفتن، جیگرتو برم. همین مریم این کارو کرده، مریم دختر عمران این کارو کرده. یعنی عیسی همه کارهای اسلامی که تو ننه بابات دارن میکنن تو رو مسلمون کردن، و مریم دیگه خدای این کارا بوده، کرده، اسفندم آخری دود کرده، ولی جناب عیسی طبق آیات تورات، انجیل، قرآن میره کجا؟ میره پیشه جناب آقای یحیای تعمید دهنده. به یحیی میگه مرا تعمید بده. یحیی میگه شما باید ما رو تعمید بدهید. میگه فعلا نوبت شماست. از دین پدر مادرش بیزار میشه، دین جدید پیدا میکنه. دین یحیی چی بوده؟ و همین اتفاق برای محمد میفته که برادر بهش میگه برو در غار حرا. او آنجا میرود و بعد جبرئیل را میبیند. جالب این است که تمام این آدم ها وقتی میرن اون عارف رو پیدا میکنن، یا اون صوفی بزرگ را پیدا میکنن، یا اون انسان کامل را پیدا میکنن، بعد از مدتی یوفو میبینن. آیا جبرئیل خارج از یوفو است؟ آیا جهان موازی و یوفو وجود دارد؟ آیا ستاره های نوترونی نگریش خاصی دارند؟ آیا انسان وقتی وارد نفسش میشه همانند ستاره نوترونی هر چیزی را در درون خود میبلعد؟ سوال های بسیار زیادی است که در برنامه ریستار تقدیم شما خواهد شد. وقتمان تمام شد. نکته که قابل توجه است این است که سوال ساده‌ای پرسیدیم. باز هم میتونید راجع به این سوال فکر کنید تا هفته دیگر با یک سوال بسیار عظیم، عمیق، صوفیسم دوره موسی را برای شما توضیح بدیم، که بدونید که موسی در دوره موسی چه اتفاقی افتاده و چرا یهودی‌ها می‌خواهند این اتفاق رو نشود و چرا مسلمانان نمیخواهند واقعیت رو راجع به موسی بدانند. موسی کیست؟ سوال هفته آینده ماست. البته سوال از شما نیست، سوال همون سوال قبلیه. به هر حال من 3 بیت آخر شعر رو واسه تون میخونم. ما داریم هنوز شعر
مولوی رو تعریف میکنیم. دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه نامد در زبان و در بیان، دم مزن تا بشنوی زان آفتاب آنچه نامد در کتاب و در خطاب. اگه خفشی چیزایی میفهمی که در کتاب نیست و در خطاب و خطیب نمیتونه بگه. دم مزن تا دم زند بهر تو روح، یعنی جبرئیل. آشنا یا آشنا بگذار در کشتی نوح. این سه بیت رو داریم تفسیر میکنیم، شاید هفته دیگه تفسیر این تمام خواهد شد. مرسی. اگه خوشتون اومد شیر کنید و تبلیغ کنید برنامه وی اس آر تو 220 شنیدن. حتی الان جدیدن داره بهتر میشه، ولی تو تلگرام ما هم میتونید از ایران بشنوید. مرسی. سیمور قطار بشیم با هم دیگه، یار بشیم، بریم به اول عشق، طبیب و بیمار بشیم. طبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.